الو چه تیمبر وکس، خوش اومدیم به یه ویدیو جدید، اونم ایسترگ از بازی جی تی ای وای سیتی. خیلی خیلی خوش اومدین. بله دوستان، بعد چند وقت من دارم دوباره ویدیو میذارم. البته من فاصله بین ویدیوهام که هر موقع میذارم زمانشون یه چیز ثابتی نیست، یه موقع ممکن طول بکشه، ولی خب به هر حال من همیشه که ویدیو رو میذارم براتون. خب توی این ویدیو ما میخوایم یه ایسترگ بررسی کنیم که مربوط میشه به سه تا قبر، که یکی از اونا قبرها ما با اون کار داریم که توش یه ایسترگ وجود داره. البته من باید به شما تاکید کنم که این ایسترگ ما اینجا توی این قبرستون نیست، بلکه لوکیشنش یک جای دیگه است که ما الان میریم سراغش تا پرده از این راز برداریم و معمای پشتش رو کشف کنیم. قبل از هر چیزی اینو به شما بگم که حتما چنل منو سابسکرایب کنید و ویدیوهای منو لایک کنید و حتما کامنت بذارید و نظراتتون رو درباره ویدیوهای من بگید، و اگر هم ایده‌ای دارید یا ایسترگی رو میدونید با من در اشتراک بذارید که ازش ویدیو بگیرم. اگر ایسترگی دارید که تا با کشف نشده یا براتون سواله، حتما برای حمایت از من این کار رو بکنید. خب بچه‌ها، همونطور که میبینید ما الان اینجا هستیم. خب لوکیشن این ایسترگ ما توی این محدود است، تقریبا از اینجا شروع میشه میاد تا اینجا. ما اینجا رو باید بگردیم تا یه کوچه‌ای پیدا کنیم و خب به نظر میاد که اینجا باشه، دقیقا این نقطه. خب اون تکی من فکر میکنم، چون لوکیشن دقیقش رو من از جای دیگه تحقیق نکردم که گیر بیارم، پس باید این خیابونا رو بریم تا پیداش کنیم. ولی خب چون من قبلا یک بار این ایسترگو دیده بودم، به نظر میاد که همون جا باشه. بزن بریم سراغ این ایسترگ. خب بچه ها، به لوکیشن مورد نظرمون داریم نزدیک میشیم و خب یه چیت میزنم تمام میشه. بیا یه چیت ساده. پلیسا رفت. دیگه بر چی باید دست پلیسا فرار کنم، دیگه قدیمی شده، ما چیت میزنیم. خب بله بچه ها، لوکیشن اون ایسترگ اینجاست. بچه من تاکید میکنم خب که این جی تی وای سیتی که من دارم دستکاری شده، یعنی مود ترینره کلن بازی رو دستکاری کردن و من پایکن تغییر دارم، یعنی مثل اون نگاه اون بالای تابوته، این هیچ ربطی به بازی اصلی نداره، یکم فرق کرده. اون کسی که این ادیتو انجام داده خوشبختانه ایسترگا رو دست نزده. و خب اینجا یه کوچه است. خب این دیوار نباید باشه، اینجا یه کوچه‌ایه، این دیواره به خاطر اینکه ترینر اینجاست. ها اینو بهتون بگم دوستان، اینجا یه کوچه است که ما باید بریم داخلش. و خب شما جی تی وای سیتی معمولی، یعنی اون نسخه ساده شو داشته باشین، میتونین بیاین داخل این کوچه، که داخل این کوچه به این صورته. خب ما الان داخل همون کوچه‌ای که بهتون نشون دادم اومدیم، که هم لوکیشنش همون جایی که توی نقشه بهتون نشون دادم. خب ما میایم داخل، یعنی میریم تو، و اینجا ما 4 تا سنگ قبر، البته سنگ قبر نیستن دیگه، ما اینجا داریم 4 تا قبر رو میبینیم که یکی از این قبر رو بازه، همونطور که مشاهده میکنید، و اسکلت اون یارو هم زده بیرون. خب ما میریم بررسی کنیم این قبری که باز شده، یه در واقع نبش قبر شده دیگه. و خب اگه به اعضای بدن این یارو دقت کنین، اعضای بدنش هم اسکلت هایی که ازش باقی مونده منظور من هست، ولی یه نکته خیلی عجیب و غریب بچه ها، شما اعضای اینو که نگاه کنید میبینید که دست چپش که از دید ما میشه دست راست، میبینید که گم شده یه بخشی از استخونش. و خب این خیلی عجیبه، چرا باید استخونش گم بشه؟ خب شاید در نگاه اولی که با خودش بگه که آها این دیگه مرده بوده مدت ها، استخوناش دیگه پودر شده و تجزیه شده، در صورتی که نه خیر، اینطور نیست. و عجیبتر از اون که چرا این 4 تا قبر نباید توی قبرستونی که بهتون دارم نشون میدم باشن، همون اول ویدیو، و اینجا توی یه کوچن، چرا این 4 تا قبر باید اینجای پرت باشن؟ اینا رو میتونستن راحت ببرن توی قبرستون، که چرا اینجان؟ خب حتما یه دلیلی داره، پس ما باید این قشنگ بررسی کنیم و کشفش کنیم که من میدونم جواب این معما چیه و اینکه چرا استخون این بنده خدا گم شد. خب جوابش دقیقا توی همین مکانیه که ما الان توش هستیم و ما شاهد یک حقیقت بسیار عجیب و غریب و ترسناکی خواهیم بود.
که بریم ببینی. خب بچه ها، ما از این کوچه میایم بیرون و خب همونطور که میبینید این همون کوچه است و مکانش هم درسته، بازم به شما تاکید میکنم. اما در بغل این قبرستون کوچیکی که ما بودیم یه قصابی وجود داره که اسم قصابی هست کارنیسرو رومرو، یه فکر کنم تقریبا یک جور اسم مکزیکی همچین چیزی باشه و همونطور که میبینید اینجا نوشته Family Butchers که به معنی قصاب‌های خانوادگیه، یعنی یک خانواده‌ای هستن که قصابن شغلشون. و خب شما ویترین مغازه رو اگه دقت کنید چیز خیلی عجیبی نمی‌بینید، اما اگه با دقت بیشتر ببینید اعضای بدن آدم‌ها مثل مغز رو مشاهده می‌کنید که خب این خیلی عجیب و ترسناکه. و ما اینجا یک دست می‌بینیم، یک دست قطع شده از یک آدم و این خیلی وحشتناکه. و خب همونطور که درست حدس زدید این احتمالاً یه ربطی به اون اسکلت ما داره که دستش گم شده. حالا چرا این قصاب‌ها باید گوشت انسان بفروشن؟ و تازه یه چیز عجیب‌تر از اون که وقتی شما به سمت دیگه این خیابون برید، یعنی به سمت چپ اون قبرستون کوچیک، شما یک مغازه سنگ قبر فروشی میبینید، یک جورایی که مثلا دیدید میرن یک جایی که قبر بخرن. و خب اینجا هم اگه دقت کنید اینجا هم اسم همون خانواده رومرو رو نوشته و خب اینجا دیگه اصلا آدم شک میکنه که نکنه این خانواده در واقع آدم کش هستن که آدم ها رو میکشن و به دو طریق پول در میارن، یکی این که گوشت اون آدم ها رو میفروشن و بعد اینکه از طریق دفن کردنشون هم، یعنی دفن کردن اون آدمایی که کشته شدن توسط خانواده پول در میارن دیگه، از خانواده اون مقتول پول میگیرن. و خب اینجا اگه دقت کنید عکس خود اون رومرو رو ما اینجا میبینیم که خب آرم راکستار هم کنارش هست، خود این هم یک نوع ایسترگ جداه. ولی اگه شما تیپ و لباس این آقای رومرو رو دقت کنید خیلی شبیه خونا شماست، نه قبول دارید؟ تیپ لباسش دقیقا مثل همین خونا شمایه که شنل دارن و خب ناخوناش هم مشخص، دستش یه حالتیه که انگار ناخوناش بلنده. و خب من خودم به شخصه احساس میکنم که داخل بازی GTA وای سیتی ما یک خونا شام داریم. نظریه های مختلفی درباره این ایسترگ ارائه داده شده. یه تئوری اینه که داخل بازی یه گروه آدم خوار وجود دارن که این خانواده رومرو به اونا این گوشت انسان ها رو میفروشن و خانواده رومرو هم هیچ چیز غیر طبیعی هم ندارن. ولی خب چیزی که ما اینجا داریم میبینیم قاعدتا، یعنی بیشتر احتمال این میره که آقای رومرو و خانوادهش خوناشام هستن و خب اونا این قصابی و تجارت قبر و این تابوت و اینا رو انداختن تا هم پول در بیارن، تا هم به خون انسان‌ها دست پیدا کنن. و حالا در رابطه با اون 4 تا قبری که داخل کوچه بودن، به نظر میاد که اون 4 تا قبر رو هم یا خود اونا کشتن یا اینکه اون 4 تا قبر از نوادگان خودشون هستن، که من به نظرم این غیر طبیعی میاد. چرا؟ چون که اگه از نوادگان خودشون باشه مثلا یه آرامگاه کوچیک باشه، خب نباید دیگه از گوشت خانواده خودشون چیزی مایه بذارن، پس این غلطه. و این نکته دیگه بچه ها، ما اگه دست این یارو رو اگه دقت کنیم میبینیم که این دست راسته، چی گوشتی که اینجا قطع شده در واقع از دست راست یک آدم اومده. این یعنی چی؟ اسکلتی که ما اونجا توی اون قبرستون کوچیک داشتیم در واقع دست چپش گم شده بود، ولی اینجا ما از این زاویه که نگاه میکنیم انگشت شستش به ما میگه که این در واقع یک دست راسته. و خب این بدین معناه که خانواده رومرو یا آقای رومرو رفته چیکار کرده؟ از قبرستونهای دیگه هم قبرها رو نبش قبر کرده و جسد اونا رو برداشته. البته یک نظریه خیلی عجیب و غریب دیگه هم وجود داره که اینم در نوع خودش خیلی جالبه که مربوط میشه به شخصیت آقای دونالد لاو،
که اولین بار در بازی GTA 3 دیده شد. این یارو عضو مافیا بود و آدم کشی میکرد و خب به خاطر همین این ایسترگ از GTA Vice City رو ربطش دادن به آقای دونالد راف که میگن این یارو میاد دشمنای خودشو میکشه و اعضای بدنشونو میده به خانواده رومرو، که اینم بعید نیست، اینم در نوع خودش جالبه. شاید الان یکم براتون ماجرا عجیب شده باشه، ولی خب همه ماها میدونیم که گروه های مافیایی چیکار میکنن. قربانی های خودشون همیشه جسد هاشون رو ناپدید میکنن. شما اگه ویدئوی قربانیان مافیا و برج ارواح من رو دیده باشید کاملا متوجه موضوع میشید که گروه های مافیایی برای اینکه قربانی خودشون رو مخفی کنن زیر آب اونا رو پنهان کرده بودن، که اینم خودش یه نوع روش کشتن بوده و خب اینطور هم هیچ وقت جسد اون یارو رو نمیتونستن پیدا کنن. پس این احتمال هم درباره آقای دونالد راف هم وجود داره که ایشون میاد از این طریق این کار رو انجام میده. ولی حالا چرا دونالد راف از GTA 3 باید توی GTA Vice City بیاد این کار رو بکنه؟ چرا؟ چون این دو نسخه از بازی از نظر زمانی تقریبا 20 سال اختلاف دارن. خب بچه ها باید بهتون بگم که خود آقای دونالد راف هم داخل GTA Vice City حضور داره. در این تصویر این شخص وسطی که وجود داره که عینکی هست خود آقای دونالد راوه، که در داستان GTA Vice City هم یک نقشی داشته. پس احتمال این که دونالد راو قربانی های خودش رو میداده به رومرو خیلی میره بالاتر و احتمالش بیشتر میشه. گرچه که خیلی تئوری های دیگه هم در این باره وجود داره که میگه که این کار رو در واقع گروه های آدمخواری این شهر وای سیتی دارن انجام میدن، اما خب هیچی تا به حال ثابت نشده و من هم اینجا محتمل ترین تئوری رو به شما دارم ارائه میدم. تئوری ما اینه که آقای رومرو که یک جورایی به خوناشام ها شباهت میزنه، یک قصابی باز میکنه که در اونجا میاد چیکار میکنه؟ گوشت و اعضای بدن انسانها رو میفروشه، یا اینکه خودش اونا رو استفاده میکنه و برای تهیه کردن این گوشت ها یا نبش قبر میکنه، که یعنی قبرها رو باز میکنه دوباره و جسدها رو میدزده، یا هم اینکه از آقای دونالد میاد قربانی هاشو میگیره برای این کار. البته که همه اینها یک تئوریه و اصلا امکان داره که این آقای دونالد لاف هیچ ربطی به این ماجرا نداشته باشه و در واقع همون نظریه اولیه درست باشه که همه کارا رو خود آقای رومرو انجام میده. همه اینها یک نظریه است و هیچ چیزی ثابت نشده. خب دوستان، خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدید. امیدوارم لذت برده باشید تا اینجا. حتما نظریه ها و تئوری های خودتون رو در رابطه با این ایسترگ توی کامنت ها به من بگید تا نظرهای همدیگه رو ببینیم چیه، که آیا واقعا این تئوری میتونه درست باشه یا نه، یا اگر شما هم نظریه دارید دربارش بحث کنید. حتما چنل منو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید برای حمایت از من، که خیلی هم ممنون شما هستم و همتون خیلی دوست دارم. خب امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو. کامنت یادتون نره و تا ویدئوهای بعدی، بدرود.